در نشستی که انجمن فرهنگی و اجتماعی افغانستانی های مقیم ایتالیا ACAFI در پارلمان این کشور با شخصیت های علمی و سیاسی از کشورهای مختلف برگزار کرد، موضوع نسل‌کشی شیعیان هزاره مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست بین‌المللی درباره مجراهای مختلف دیپلماتیک و سیاسی، موضوع تحت فشار بودن هزاره ها و حمله هایی که شیعیان هزاره در افغانستان را هدف قرار می دهد، تبادل نظر شد. همچنین از جامعه بین‌الملل خواسته شد نسل‌کشی شیعیان هزاره در افغانستان را محکوم نموده و تلاش جدی کنند تا از تکرار آن جلوگیری صورت گیرد. شیعیان هزاره اعلام کردند که مردمی صلح طلب بوده و خواهان زندگی مسالمت آمیز با دیگر هموطنان افغانستان می باشند و هیچگاه بر حریم دیگر اقوام تعدی ننموده و نباید بر آنان ظلم و تبعیض روا داشته شود. قربان علی اسماعیلی، رئیس مؤسسه آینده سازان افغانستان و فعال حقوق بشر که در نشست ایتالیا هم حضور داشتند، از لندن با ما هستند. سلام، وقتتون بخیر. سلام خدمت شما، خدمت بینندگان شما و خدمت شنوندگان شما. ممنونم. تشکر از اینکه چرا ایتالیا برای این نشست انتخاب شد؟ خب دلیلش این هستش که ما در ایتالیا فعالیت‌های زیادی را در این راستا انجام داده بودیم. سالهای طولانی بود که این مسیر را می‌پیمودیم و در این راستا فعال بودیم، هم با جامعه مدنی ایتالیا، هم با قشر سیاسیون و همینطور با اشخاص اثرگذار، تا اینکه اونا متقاعد بسازیم که در افغانستان مسئله ای که ما میگیم، یعنی که مردم ما، مردم هزاره و اهل تشیع در خطر هستند، جدی هست، حقیقی هست و باید به آن توجه صورت بگیرد. خب طبیعتا در همچون مسئله ای را مطرح کردن در کشوری بیگانه، کشوری غریب مثل ایتالیا یا اروپا، طبیعتا کار زیادی میخواد، تلاش زیادی میخواد و ما خوشبختانه موفق شدیم بعد از مدت های زیاد سیاسیون متقاعد بسازیم که ما را بپذیرند تا یک جلسه استماعی رسمی در پارلمان مملکت ایتالیا که صورت گرفت. دلیلش این بود که به هر حال شاید مردم ما، هزاره ها، جوانان هزاره، مهاجر هزاره در ایتالیا شاید بیشتر از دیگر دوستان ما فعالتر بودن. بله آقای اسماعیلی، در نطقی که شما در نشست ایتالیا داشتید به چه مواردی اشاره کردید؟ اصولا ما اونجا چند خواست داشتیم. یک خواست عمده داشتیم، خواست اصلی داشتیم و چند تا خواست فرعی یا علاوه بر آن. ما میخواستیم اینو در گوشی سیاسی ایتالیا برسانیم و از مجلس قانونگذاری یا قوه مقننه ایتالیا بخواهیم که روند به اسم شناسی نسل کشی که هزاره ها و شیعیان در آن با آن مواجه هستند را به راه بندازند و در نتیجه آن را به اسم بشناسند. تا این متضمنی حقوق فرعی ما هم بشود. بله. و در عین حال خواستم که کمک های جهانی که صورت میگیره الان در افغانستان به طور عادلانه به مردم ما در مناطقی که مردم هزاره زندگی میکنن، مناطق مرکزی هم برسد. جناب آی اسماعیلی با توجه به اهدافی که برای این نشست مد نظر بوده، در مجموع ارزیابی شما از نتیجه چیه؟ خوشبختانه خیلی خوب بود، خیلی استقبال شد. هم رئیس کمیته حقوق بشر پارلمان ایتالیا، مجلس نمایندگان و هم وکلای دیگری که حضور داشتند، همشان با توجه به کاری که صورت گرفته بود، مدارک و شواهد مستدل، مستند و قانع کننده را ما ارائه کرده بودیم، اونها در حقیقت
بسیار با چهره گشاده خواستای ما را مورد توجه و تأمل قرار دادن و گفتن که حتما به این خواستا رسیدگی میشه و به زودی به آن جامعه عمل خواهد کشان. انشالله. به نظر شما واکنش طالبان به محکومیت نسل‌کشی شیعیان هزاره توسط مجامع بین المللی چه خواهد بود؟ خب ما امیدوار هستیم که آنها پی ببرند که دیگر دوران سکوت گذشته، دوران پنهانکاری گذشته، دوران این همه ظلم و ستمی که بر مردم روا داشته می شود گذشته. اونها باید بدانند که دیگر جامعه جهانی بر این روی مسئله پی برده و آنها را دیگر نخواهند گذاشت که آنچه را می خواهند انجام بدهند. امیدواریم که آنها بیاین با مردم کار بکنن، برای مردم کار بکنن، برای جامعه افغانستان کار بکنن، برای اهم جامعه افغانستان که متشکل از اقلیت های زیادی هستند. در حقیقت افغانستان یک مملکت، یک مردمی متشکل از اقلیت ها هستند. این وقتی ما میگیم کار برای جامعه افغانستان، ما نمیگیم فقط برای یک قشر. چیزی که برای ما مهم بود و مهم هست و ما با آن جدا اشاره کردیم این بود که مردم ما هزارها و شیعیان چیزی بیشتر نمیخوان، از همه بیشتر نمیخوان. ما میخواییم که چیزی که هست، حق و حقوقی هست به ما هم برسته. ما چیزی را میخواییم نظر به شورای وجودی ما در افغانستان. ما میگیم عدالت تأمین شود هم برای پشتونها، هم برای تاجیکان، هم برای هزارها، هم برای ازبک ها، هم برای دیگه اقوام، مثل که اقوام قزل باش باشد، نمیدونم پشایی باشد و دیگه اقوامی که تعداد چون چشمگیر نیستند. ما هیچ موقع از اون خواهی نکردیم، چیزی بیشتر نخواستیم. ما میگیم ما خواهان یک زندگی مسالمت‌آمیز برادرانه بین اقوام هستیم. ما هیچگاه بر حریم کسی دیگر تعدی نکردیم، چیزی بیشتر نخواستیم. فقط میخواهیم که حق ما هم مراعات بشود، بگذارد ما هم در مملکت مثل مابقی اقوام زندگی آرام داشته باشیم. ما میخواهیم فقط آزاد باشیم و یک زندگی مثل کشورهای دیگر داشته باشیم. نه بیشتر میخواهیم و نه کمتر به آن قناعت داریم و به این خواسته های خود در هر جا به هر نحو ممکن ادامه میدیم. متشکرم از شما. قربان علی اسماعیلی از لندن با ما بودند.